محض. خب یه قبل معروفی اینجا هست عزیزان، یه شیر سنگی میبینی که با سنگ قبل زیرش کلش یه سنگ یه تیک هست. آره آره، سنگ قبل رو خود شیر با هم کلش یه سنگ یه پارچه و یه تیکه هست. مرحوم استاد همایی خدا رحمتش کنه 80 سال پیش اومده کتیبه یه این سنگ قبر رو تا حدودی خونده، ولی اون قسمت تاریخ فوت و ایناش رو نتونسته بخونه، گفته مخدوش شده و قابل خانش و خانا نمیشه خوند، قابل خوندن نیست. این یه مطلب. حالا قبر اسمش هست، اسمش خونده خواجه علی شاه. بعد یه احتمالی داده که احتمال داره این خواجه علی شاه، مثلا این مسجد علی مربوط به این خواجه علی شاه باشه، ولی جابر انصاری گفته نه، این مسجد مربوط به کسی به نام علی شاه ابن تکش خوارزمی شاه این رو ساخته. یعنی این مسجد رو اصلش اون کتیبه که داخله، نه نه اون کتیبه که داخله که شیخ علی کرکی بود، آره مال صفوی هم بود. این خوارزمشاهی ها بعد سلجوقیان، قبل مغول، قبل حمله مغول، خوارزمشاهی ها آره، اونم میگم در مورد این که واقعا چرا به اینجا میگفتن مسجد علی، من حدود 10-12 احتمال دیدم که خب چیزه. ببینید الان دقت کنید سمت راست درگاه ورودی مسجد دوتا طاق نما میبینید که با نقوش هندسی تزیین شده، احتمالا این طرفش هم قرینه بوده. یعنی اینجا که من ایستادم آقای دکتر، یعنی اینجا اینجا الان خوب زادیه این که بتونیم کتیبه یه مناره رو بخونیم. گفتن این مناره 5 تا کتیبه داره از اون بالا که تو روز بیان نگاه کنیم، بعد این کتیبه آخرش از بالا که شروع کنیم 5 تا روش مال این کتیبه آخرش آیه 18 سوره آل عمران شهد الله ان لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. ببینید بالقسط به خط کوف، به خط بنایی بالقسط ما الان بالقسط. احسنت. آیه 18 سوره آل عمران به خطایی بسیار زیبا با آجرکاری نوشته شده روی مناره. اینم از سه تا کتیبه گفتین داره 5 تا. ببین این یک کتیبه خب از پایین که شروع بود یک کتیبه، اینم دوباره یک کتیبه، بعد حالا تو روز بعد نور باشه، بعدش این سومین کتیبه، چهارمین کتیبه، پنجمین کتیبه. فیروزه اینه، کاشی فیروزه. کتیبه یه آجری سخت‌تر از کاشیه، درسته؟ هر کدومش به هر حال زحمت خودشه داره. الان اگه دقت کنید اینجا ما شمسه های 8 پرا داشتیم، اینجا ما شمسه 3 تا 6 پرا داریم. می‌بینید 3 تا پرا داریم، 3 تا پرا داریم، 6 پرا داریم. اینم شمس ایران یا همون 8 پرا جالبه که سمانه سر. ببینید من نگفتم اینا هم این مناره رو هم مدرسه یه ملا حسن رو یا حاجی حسن رو کارشناسا میگن مال سلجوقیه. البته هرسفل یه نظر دیگه داره، هرسفل میگه مغولیه، ولی نظرش ضعیفه چون قشنگ کاملا مشخصه این سلجوقیه. این مدرسه رو هم خودش میگن حاجی حسن. مرحوم استاد همایی نوشته که پدر مرحوم محمد ابراهیم کلباسی که تو مسجد حکیم دفنه نزدیک مسجد حکیم، پدرش حاجی محمد حسن کلباسی، میگه چون یه مقتدی اومده اینجا مدرسه این مدرسه بوده معروف شده به مدرسه یه حاجی حسن. ولی در واقع عزیزان قدیمی ترین مدرسه یه حال حاضر تو اصفهان اینه، از این قدیمی سر ما نداریم. حالا سر درش این آرا جدید هست کنه ولی داخلش هم میره آره. ما شاید هم سنین آقا زاده از طرف مسجد ما را میبردن فوتبال کجا این مدرسه والی بالی کردن تا ده هشت داده این انتقالی بالی کردن.
همینجا یادمه که هی توپ میخورد به این آجورا و ما بچه بودیم و هی میخواستیم گل بزنیم. اینم یه خاطره بدی که از اومد بسنم.